اگرچه کشورهای منطقه و جهان با اندیشه و افکار طالبان و طالبانیزم آشنایی کامل دارند، با آن هم در بعضی موارد علناً از عملکردهای این گروه دهشتزا و خشن چشم پوشی می نمایند تا بتوانند از گزند حملات وحشیانه انتحاری آنها در امان بمانند. سلام، شما بیننده بینش و انالیز از صدای توران هستید. امروز نشست دروزه تاشکند را با استاد سردار محمد رحمان اغلی، سفیر سابق افغانستان در اوکراین، به بحث میگیریم. به نظر شما انگیزه ایجاد همچه کنفرانس ها فقط با حضور داشت گروه دهشت افکن طالبان چیست؟ خب من فکر میکنم که در تدویر نشست تاشکند مقامات دولتی ازبکستان در صدد برآورده شدن دو هدف مهم و عمده خیش هستند. اول اینکه آنها میخواهند از امنیت در افغانستان، بخصوص امنیت در مناطق سرحدی خیش مطمئن شوند، چون که یک جمع بزرگی از مخالفین ازبکستان در افغانستان حضور دارند و اونها می توانند هر آزگاهی سرحدات ازبکستان را مورد حمله قرار بدهند و حتی می توانند در پخش و اشاعه تفکر طالبانیزم در منطقه بسیار مؤثر باشند. و مسئله دیگر در حقیقت رسیدن ازبکستان به آبهای بحر است، چون که ازبکستان علاقمند هست که خط ریل ترمز، کابل و پشاور را به گونه راه اندازی بکنه و از این خط ریل چین حمایت میکنه، چون که این خط ریل بخشی از برنامه بزرگ چین در تطبیق پروژه راه ابریشم است، چون که چینایی ها حدود 1.5 تریلیون دلار خب صرف این پروژه میکنند و این پروژه همون راه عنعنوی ابریشم را تعقیب میکنه و در پهلوی از او انتقال از طریق ابهار، از طریق بحرها و بحرهای اطراف پاکستان هم برای انتقال میتوانه یکی از اهداف باشه که ازبکستان در صدد بدست آوردن این مسئله است. بنابراین ازبکستان تا حالا خب سیاست منعطف بخش و سیاست منعطف به قدرت در مرکز کابل داشته. شما دیدید که ازبکستان با مردم افغانستان متاسفانه دوست نیست و در مسائل افغانستان زیاد استراتژیک و اثرگذار سیاست نداره. ازبکستان روابط بسیار خوب با حکومت اشرف غنی داشت، اما ما دیدیم که در روزی که اشرف غنی فرار میکرد، حتی زمینه رفتن بدشویی را برای اشرف غنی و اطرافیانش مساعد نکرد. بنابراین ازبکستان یک سیاست موضعی و مقطعی و منعطف به قدرت در مرکز داره و حالا چون در قدرت طالبان به گونه مستقر شدند، بنابراین ازبکستان کوشش میکنه که با طالبان روابط گرم داشته باشد. استاد، ماهیت این نشست را چگونه بررسی میکنید؟ خب این نشست به تعقیب نشست‌های قبلی یک نشستی هست برای تفاهم و تعامل با طالبان و در پهلوی از او طبیعتاً اشتراک کنندگان در این نشست توقعات خیش را، تمنیات خیش را از حکومت طالبان، از حاکمیت طالبان ابراز میکنند و این هم در شرایطی هست که طالبان به هیچ وجه تمنیات و توقعات کشورها را در یک چنین مذاکراتی، در یک چنین جمع و جوشی نمیپذیرند، چون ما قبلا دیدیم که جلسات کشورهای اسلامی، وزرای خارجه کشورهای اسلامی در پاکستان دایر شد، جلساتی در دوحا در قطر بوده و جلساتی هم در نروژ و کشورهای دیگر دایر شد و پیوسته خب تلاش شد و یا هم مطرح شد که حاکمیت طالبان در افغانستان
باید حقوق بشر را، حقوق زن را و مسئله تشکیل یک حاکمیت فراگیر که متشکل از اقوام افغانستان باشند در نظر بگیرند. ما دیدیم که نه تنها طالبان این همه مسائل را در نظر نگرفتند، بلکه به گفته های خیش و به آن چیزی که باور دارند تاکید ورزیدند. بنابراین این جلسات یک روتین هست، اما نتیجه برای مردم افغانستان، برای حل مسئله افغانستان نخواهد داشت. به نظر شما چرا از طالبان غیر پشتون مخصوصا اوزبیک ها که کمیت زیادتری در صف طالبان تشکیل میدن در این نشست دعوت نگرفت؟ خب اوزبک ها یا تاجیک ها و هزاره ها به صورت کل اینا جنگجویان نیابتی هستند برای قدرت در افغانستان. چین قدرت طالبانی است، چین قدرت دموکراتیک است، یا چین قدرت یک شکل دیگری می داشته باشد، همیشه زعامت در دست یک قوم خاص است و این قوم خاص با همکاری کشورهای خارجی در صدد تحکیم حاکمیت خیش است. بنابراین ازبک ها که گفته می شد حدود 30,000 نفر جنگجو در کنار طالبان دارند و طبیعتا در قسمت پیروزی طالبان از طریق شمال نقشه بسیار برجسته داشتند، حالا با حاشیه رانده شدند و هیچگاهی نمی توانند در قدرت مطرح باشند، حتی در قدرت به عنوان مامور نمی توانند مطرح باشند، چه ریاست که زعیم باشند و در تصمیم گیری های دولتی اشتراک داشته باشند. استاد، عدم اشتراک یکی دو شخصیت های مطرح سیاسی، فرهنگی و فعالین مدنی و اجتماعی در این نشست ها تأثیری خواهد داشت؟ خب طبیعی است افغانستان مشکل خود را تا خودش با مردمش حل نکنه، هیچ کشوری از آن جمله ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و یا اتحاد اروپا نمیتوانه معضل افغانستان را حل بکنه، چون که ما در این 22 سالی که ناتو با جمع متحدینشان در افغانستان حضور دارند و بیشتر از به گفته خودشان 3.5 تریلیون دلار مصرف کردند، اما دیدیم که در آخر هیچ کاری انجام ندادند و افغانستان را به شکل فجیعش ترک گفتند. بنابراین هیچ کسی نمیتوانه مشکل افغانستان را حل و فصل بکنه مگر اینکه مردم افغانستان، در صورتی که خب مردم افغانستان در جلسات حضور نداشته باشند، خب رهبران سیاسی ممکن هست اشتباهات بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند، اما این بدان معنا نیست که آنها حقیقت جامعه نباشند. آنها به هر ترتیبی اثرگذار هستند و عدم اشتراک آنها، اعضای فعال جامعه مدنی، شخصیت های سیاسی در هر جلسه، در هر نشستی مشکل افغانستان را نه تنها حل نمی کنه بلکه بر گریه از مشکلات افغانستان می افزاید. اما ازبکستان چون فکر میکنم از بیرون یک چنین فرمایشی را دریافت کرده بود که باید جلسه دایر بکنه و چون سیاستش منعطف به خودش و سیاست منعطف به حاکمیت و یا قدرت در مرکز کابل هست، بنابراین در خصوص اشتراک دیگران و به خصوص مخالفین حاکمیت طالبان توجه جدی را انجام نداده و به همین سبب هم نشستایش فاقد یک اثر و یا فاقد تاثیرگذاری در معضلات افغانستان است. استاد، دستاورد از این نشست به نفع مردم افغانستان به نظر شما چیست؟ خب در صورتی که این نشست با طرف ها مناسبات نزدیک می داشت و در قسمت وحدت و همدلی مردم افغانستان اگر کاری از دستش ساخته بود می توانست انجام بده، در اون صورت این نشست می توانست مثمر ثمر واقع شود، اما حالا که در قطعنامه‌اش اعلام کردن که اولویت های اقتصادی برای افغانستان نسبت به هر چیز مهم است، اونها را به جایی نمی رسانه، چون که برای مردم افغانستان اولا یک دولت و حاکمیتی که بتوانه کل مردم افغانستان را تمثیل بکنه او به مراتب مهمتر است و اقتصاد بدون دولت و بدون ثبات سیاسی راه به جایی نمیبره. مثلا ازبکستان میخواد که خب خط ریلی را
به جانب پاکستان امتداد بده، در حالی که در افغانستان اگر وحدت همدلی ایجاد نشده باشد، یک نفر میتوانه با اعمال تروریستی اون پروژه را متوقف بسازد، در حالی که یک چنین زمینه های به مراتب زیاد و حالا وجود دارد. بنابراین افغانستان تا وقتی که به ثبات سیاسی، به وحدت و همدلی و به حکومت فراگیر از تمام افغانستان نرسه، هیچ جلسه، هیچ نشستی نمیتوانه مشکل و معضل افغانستان را حل بکنه. و به همین سبب هم است که نشست تاشکند فقط یک نشست موضعی و مقطعی است، نمیتوانه در حل مشکلات افغانستان اثرگذار باشه. آیا مخالفین طالبان نتایج همچون نشست های یک جانبه را خواهند پذیرفت؟ خب وقتی که مخالف هست، وقتی که میخواهد که مردم افغانستان و نمایندگی از مردم مخالفینش در صحنه حضور داشته باشند، به یقین خواهشات و توقعات و در ضمن تهدیدات حاکمیت طالبان را به هیچ وجه نمیپذیرند، و اگر میپذیرفتند که مخالف نمیشدند. بنابراین کسانی که در صحنه میخواهند حضور داشته باشند، بجز از راه معقولی که او همان مشروعیت از طریق آرای انتخاباتی است، راه دیگری را فکر میکنم نخواهند بپذیرند، چون که افغانستان باید از تمام اقوام افغانستان و از طریق آرای مشروع افغانستان حاکمیت خود را باید تشکیل بده. در غیر از او حاکمیت های قشری، مثلا حاکمیت های کمونیستی بودند، خب ره به فنا بردند، و یا هم حاکمیت دموکراتیک که تریلیون ها دلار سرش مصرف شد و جامعه جهانی کوشش های فراوانی کرد، ره به جایی نبرد. بنابراین مدیریت سیاسی طالبان که حالا در وضعیت فعلی افغانستان حاکم است، بدون این که وحدت ملی افغانستان و وحدت اقوام افغانستان را تأمین بکنند، ره به جایی نمیبرند. استاد، رهایی بودجه های بلاک شده در چنین یک شرایط ملتهب و بحرانی که نه نظامی وجود دارد نه اداره وجود دارد، آیا به نفع مردم افغانستان خواهد بود؟ خب باور من این است که به زودی زود این بودجه رها نخواهد شد، گرچند آمریکایی ها شرطی مطرح کردند که در یک اکانت امانتی، مثلا سوئیس و یا هم بانک جهانی، این پول را بگذارند و صلاحیت در حقیقت وارد شدن به حساب طالبان را بانک جهانی و خود آمریکا داشته باشد، که چنین چیزی در واقعیت امر زیاد تفاوت نمی کنه از این که امریکا آنها را بلاکه بکنند. اما گپ اینجاست که رها کردن این پول ها هیچ مشکل و معضل را حل نمی کنه، بلکه معضل را بیشتر می کنه. اگر مسئله خرج پول مشکل افغانستان را حل میکرد، یعنی 3.5 تریلیون دلار خود آمریکا با متحدینش در افغانستان خرج کرد، و در آخر هم بعد از 20 سال همه چیز را به طالبان سپرد. بنابراین این پول هم نمیتوانه مشکل را حل بکنه، و بیشتر آمریکا را از نقطه نظر ذهنی، از نقطه نظر افکار عامه، و خصوصا کسانی که دموکراسی رو میپسندند، در نظر جهانیان در حاشیه خواهد برد. و من فکر نمی کنم که به زودی زود این مسئله را آمریکایی ها بپذیرند و یا آمریکایی ها حاضر شوند. این درست است که آمریکایی ها از طالبان حمایت میکنند، اما به یقین راه و چاره دیگر خواهند سنجید که از طالبان حمایت دوامدار به عمل بیاورند. سازن تشکر.